برام خدا سلام بر شما با برنامه نگرش خوش آمدید. من مصطفی فیضی هستم و شما هم بیننده برنامه نگرش. حکومت در دادخواهی علیه ازدواج اطفال تعهد سیاسی ندارد و به تناسب سالهای گذشته گراف ازدواج های اطفال زیاد یافته است. سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر این جملات را بیان کرده است. در قانون مدنی سن ازدواج دختران 16 سال و سن ازدواج پسران 18 سال پیش بینی شده است، اما در کنوانسیون حقوق بشر که افغانستان عضویت آن را داند آمده که هر شخص که پایین تر از زیر سن 18 باشد او کودک و طفل گفته می شود. این موضوع است موضوع برنامه شب نگار شما. مهمانان من در استودیو خانم فتانه گلانی مسئول اجتماع زنان افغانستان، دکتر سریا صبرنگ کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و مولوی صاحب عبدالبصیر حقانی رئیس شورای علمای کابل. مهمانان گرامی سلام، به برنامه ما خوش آمدید. آقای حقانی، میخوایم بحث با شما آغاز کنیم. سن ازدواج در شرع و در اسلام کدام سال تعیین کرده یا پیش بینی کرده است؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام برای مهمانان عزیز و شما و بیننده های همه تلویزیون آریانا و آریانا نیوز که اکنون برنامه ما شما را میبینند. سن ازدواج را شریعت تعیین کرده، یکی دین مبین اسلام است و یکی هم بعض مصالح است که او را دین مبین اسلام مد نظر میگیره و او را مطرح میکنه و یکی بر علیه دین مبین اسلام اعتراضات است که مردم بنام قانون و بنام قانون دانها علیه دین مبین اسلام اعتراضات میکنند. دین مبین اسلام برای دختران از 9 ساله الی 14 ساله سن بلوغ را تعیین کرده و دوهم برای بچه از 14 ساله الی 16 ساله برش سن بلوغ تعیین کرده. حالا سن بلوغ با سن ازدواج فکر نمیکنید که تفاوت داشته باشه؟ میایم به میگه با سوال شما جواب شما میایم. یکی سن بلوغ است که انسان بالغ میشود. وقتی که انسان بالغ شد همه احکام خداوند متعال سرش فرض شد. بله. متصل اگر در ماه مبارک رمضان باشد، دو روزش گرفته باشد، یک روزش نگرفته باشد، یک روز دیگه سر شب بالغ شد، سر این رمضان باقی فرض است. یکی سن بلوغ است که انسان عاقل شد، بالغ شد، که بالغ شد عاقل هم شد امرایش. بله. تمام احکام خداوند متعال سرش فرض است. در این زمین ازدواج کردن چهار صورت دارد. یک ازدواج سنت است، یکی ازدواج فرض است، یکی ازدواج واجب است، یکی ازدواج مستحب است. در زمان فرض می شود، در آن زمانی فرض می شود که انسان پول هم داشته باشد و شهوتش در کنترلش نباشد. در او صورت که شهوت یزید در کنترل نباشد، مال داشته باشد، در او صورت سر انسان ازدواج کردن فرض است. چه زمان فرض سنت؟ در او زمان بر علیه سنت هست که ای پول نداشته باشد، دارایی نداشته باشد و شهوتش هم کم باشد، چون در غربت طبعا شهوت کم می باشد بخاطر که ذهن آرام نمی باشد. در او صورت سنت هست. چه زمان واجب؟ در آن زمان واجب هست که انسان پول هم داشته باشد، ازدواج هم داشته باشد، ولی که شهوتش کنترل نمیشه، باز واجب است که دیگه ازدواج بکنم رایش. همچنان امسال هم میریم پیش. و مستحب همیشه بفرمایید؟ مستحب در آن زمان هست که انسان پول داشته باشد، شهوتش کنترل باشد، سنش هم اوقدر نباشد، در او زمان مستحب است سرش که ازدواج بکند. بنا به هر تقدیر ما میاییم که به ای که یکی سن بلوغ هست، وقتی سن بلوغت رسید اگر انسان شهوتش کنترل نبود، بالغ بود، عاقل بود، پول داشت، دارایی داشت، میتونه ازدواج بکند. و یکی مصالح هست. مصالح چرا میگه؟ مصالح ای رو میگه که وقتی سر انسان بلوغت آمد، بالغ شد، در آن صورت دختر که هست اگر ازدواج میکند
در او صورت ای زن میگرده، مسئولیت خانواده، مسئولیت حق شوهر، مسئولیت اطفال، مسئولیت حمل، این تمام مسئولیت ها به او متوجه میشه. آیا در این صورتی که این نو بالغ شده سن بلوغتش است، این مسئولیت ها را این پذیرفته میتونه یا نمیتونه؟ در صورتی که این مسئولیت ها را این پذیرفته نمیتونه، پس در این صورت مصالح را شریعت مد نظر میگیرد که در این سن باید ازدواج نکند. پس میتونیم بگویم که حالا قانون مدنی افغانستان در تضاد با آنچه که در شریعت آمده بالاخره تصویب شده و بوجود آمده؟ نه خیر. قانون مدنی افغانستان سن ازدواج دختران 16 سال و سن ازدواج پسران 18 سال بر پیش بینی کرده. قانون مدنی افغانستان که 16 سال سن تعیین کرده، این درست است. یکی سن تعیین کردن هست، ازدواج کردن است، یکی مصالح هست. شریعت گفته که در این سن کرده میتونه، اما آن عده افرادی که با شریعت اعتراض میکنه که نه، این هم ناروا هست، اینی جرم است. یکی مصالح هست، شریعت سن تعیین کرده، اگر کس کرد کافر نشد، ولیکن مصالح باید والدین مد نظر بگیره، پدر و مادر مصالح مد نظر بگیره که دختر ما این مسئولیت هایی که بالای ای بار سنگینی که بالای در خانه شوهر می آید ای را پذیرفته می تانی یا نه. مثلا در غوری که عروس کرده، بله، 11 ساله دختر تو عروسی کو پیسه سرش بگی، او در خانه شوهر رفت، نه دیگه شده می تانه، نه نان پخته کرده می تانه، نه حق شوهر می شناشه، نه عزت شوهر می شناشه، نه خواهشات شوهر می شناشه. پس حالت در کجا رفت؟ پول و پیسه را پدر و مادر گرفت، عیش و عشرت پدر و مادر و برادر کرد، در آتش کی سوخت؟ بله، تشکر. این شریعت منع میکنه. نکنه. در این شوهر در این شریعت جواز نمیده. شریعت چیزی نیست که ما در افغانستان فکر میکنیم. اگر ما از افغانستان بیرون بریم، در دنیای دیگر بریم که اونجا مسلمان ها زندگی میکنن، آنجا ما شما میفهمیم که شریعت چقدر دینی وسیع است. تنها در اینجا ما خود ما را کردیم. آن عده افرادی که علیه شریعت اعتراض میکنند و داد از حقوق زن میزنند، بیان همراه ما محاسبه بکنند که اینها به خاطر حقوق زن در طول 14 سال چی کرده؟ بله، تشکر. کدام حقوقش را پیاده کرده، با کدام حقوقش کار کرده؟ بدون اینکه پروژه کشیدن، دلار کشیدن، از طریق میدیای شما ما چندین بار صدا بلند کردیم که ما حاضر هستم که 1000 علما، 500 علما، 2000 علما را در کابل جمع کنم و اعلان حرمت پول گرفتن بکنم، اما یک ارگان حاضر نشده که امرای ما همکاری کرده باشه که ما حاضر هستیم امرای شما این همکاری بکنم. غیر هم یا لط کردن زنها یا موضوعات دیگری که تمامش رابطه به حقوق زن دارن. تشکر خانم دکتر. شریعت و دین اسلام همه چیز پیش بینی کرده، پس چرا سن 18 سال؟ تشکر میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم حضور شما بزرگوارا و همه بیننده های نهایت محترم تلویزیون آریانا. به ادامه صحبت های جناب مولوی است، بسیار دقیق فرمودن که در شریعت اسلام منافع اولیای طفل مطرح است. بسیار مسئله بسیار مهم است، مثلا بقای طفل، انکشاف طفل، حرمت گذاشتن به حقوق طفل به عنوان آفریدی خداوند، اینا مسائلی است که در شریعت اسلام عزیز ما بسیار به وضاحت هست و در بعضی از قوانین ما انعکاس پیدا کرده. مثلا در قانون اساسی ما در ماده 54 حمایت طفل و مادر از جمله وظایف دولت است. ببینید شما بسیار مثال خوب مولوی صاحب دادن. شما اینمی حادثه دلخراش ولایت غور شما ببینید که دخترک دیروز جان داد دیگه، فوت شد با تمام تلاش هایی که صورت گرفت. امروز کنفرانسی هم که ما گرفتیم به اساس عظیمی بود که امروز ازدواج اطفال در افغانستان یعنی بیداد میکنه و امروز در حال گسترش است و این بیشتر مسائلی که بسیار ملموس است، پیامدهای بسیار بد ازی است.
امروز دختر 11 سال شما ببینین که نه از نظر جسمانی نه از نظر روانی او هنوز کودک است، او باید به امرای بازیچه ها کودکانه خود باید زندگی بکنه، ولی دفتن هم چون یک مسئولیت بسیار عظیمی رو به گردنش مندازه. و ایرم خبر دارین که زهرا جان که فوت شد 4 ماه عامله دار هم بود که با طفلش یعنی بالاخره از بین رفت. مشخص چرا سن باید مشخص شود در حالی که شریعت هم چیزی برای شما پیش بینی کرده؟ من خدمت شما عرض کردم، یعنی وقتی شما میبینین پیامدهای بسیار بدش رو میبینین، امروز تجربه نشان داده در همین شرایط فعلی فرار از منزل صورت میگیره و اینا به دامهای قاچاقبرا میافتن، امروز اینا کشته میشن، سوختانده میشن، خودشان میسوزانن، امروز به فحشا کشانده میشن، امروز به مواد مخدر مبتلا میشن. تماما علتش اینمیه که طفل امروز، یعنی اینمی طفلی که به زور یعنی به شکلی که خود ازیم، چون تمام ازدواج اطفال ازدواج اجباری است، چون او رضایتش اصلا مطرح نیست، چون او اصلا نمیتونه خوب و بدش تمیز بده، امروز همه عوامل اینا پیامدهای بد اینمی ازدواج های زیر سن است. بنابراین ما میگیم در یک جامعه اسلامی در صورتی که همه چیز واضح هست، مسئولیت های امروز مادر، پدر، والدین همه مطرح است، همه واضح هست، و چرا امروز به حق طفلایشان به این حد ظلم میکنن؟ و این دختر را هم خبر داریم که پدرش ایر بدل کرده امروی یک خانومی که به خودش گرفته و این قربانی رفته به خانه که هر روز لتکوب میشده. میخوام همین چرا را شما بپرسم، بله. چرا باید طفل قربانی بدهد؟ بله، چرا باید بده؟ به می اساس است که در قدم اول مسئولیت فامیلا هستن، به اون شکلی که مولوی صاحب گفت باید منافع اولیای طفل تشخیص بدن، ببینن آیا امی طفلشان میتونه امی بار سنگین ازدواج، مسئولیت زن و شوهری، این که حامله داری، این همه رو میتونه بگیره. در صورتی که میفهمن که نمیتونه باید این کار نکنن، خود والدین که باید اطلاع دهی کنند. اینالی به خاطر از اینکه یک مشکل اساسی که ما امروز داریم خلاهایی که در قوانین ما وجود داره و همچنان یک قانون حمایتی از اطفال در افغانستان متاسفانه وجود نداره. امروز کدام پدر یا کدام یعنی والدین به جرم از این که طفل 11 ساله یا 10 ساله شانه مثلا فروختن و یا او رو بدل دادن یا به بد دادن و به خانه شوهر روان کردن، کدامش امروز مورد پیگرد قانون قرار گرفته؟ برای از این که طفل خودش یعنی شاکی خصوصی در این مسئله وجود نداره، او خود نمیتونه بره شکایت بکنه. بنابراین این به یک شکل به عنوان یک رسم بسیار بدی تداوم پیدا کرده و امروز یعنی بالاخره همه گیر شده در همه ولایات افغانستان بلا استثناء، متاسفانه که اینمی رسم امروز وجود داره. و یک بخش دیگه هم امروز وقتی شما هم روی والدین صحبت بکنین، خود فقر هم بیشتر باعث شده. مثلا میگه که وقتی من نمیتونم طفل خور نان بدم، بیا که اینمیر من به یک جای روان بکنم، او هم با همون نیت نیکی که داره میگه که ممکنه که دختر من به اونجا آسوده بشه و لااقل از نظر اقتصادی، ولی غافل از اینکه وقتی اونجا میره چی دامهای منتظرش هستن و بالاخره اینمینن که قربانی میشه. تشکر خانم گلانی. بکنون ما کمیسیون حقوق بشر داریم، وزارت کار و امور اجتماعی داریم، ده ها نهاد دیگر در عرصه بهتر شدن زندگی یا کاهش خشونت علیه اطفال اینها کار میکنند، اما نتیجه چیز دیگر است. امروز رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت که نسبت به سالهای گذشته این جرم و این جنایت افزایش یافته است، یعنی ازدواج اطفال افزایش یافته است. مشکل اساسی از دید شما در کجاست و چرا؟ تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. بر سلام احترام بر شما، بر مولای صاحب محترم، بر خواهرم و برادرای، بر بیندای محترمتان، درود بر روی پاک همه شهیدای راه خدا و آزادی مردم افغانستان. ببینین در یک کشوری که تقریبا 14 دهه میشه که ما در جنگ قرار داریم و متاسفانه اسلام با تمام حزمتش، با تمام قدرتش، متاسفانه از زیر نام اسلام سوء استفاده شد، چی در میدان جنگ، چی در زیر نام زن، چی در مسئله حقوق و از این مسائل گفا. مردم افغانستان به آرامش نیاز دارن، فامیلای افغانستان به آرامش نیاز دارن، اجتماع زنان افغانستان سال هاست کار میکنه در ارتباط و سال هاست که آواز بلند میکنه، اما نتیجه که نتیجه رو میخوایم بگویم، کار میکنیم و پیشنهادی که میکنیم که باید کار منظم
بنیادی صورت بگیره در سراسر افغانستان به خاطر از بین بردن بیسوادی و از بین بردن جهالت. و باید مردم ما آگاهی بیشتر پیدا کنند که دین مبین اسلام در ارتباط با مسئله زن، در ارتباط با حقوق زن، در ارتباط با مسئولیت های زن، راجع به ازدواج، راجع به مسئولیت های یک مادر، راجع به طفل، راجع به تمام مسائل، دین مبین اسلام را باز کرده ما آگاهی داریم. ولی مردم یک تعداد زیاد از اینا در گوشه و کنار افغانستان متاسفانه یاد ندارن، نمیفهمند. ولی چیزی که شما گفتین که کمیسیون حقوق بشر، درست است کمیسیون حقوق بشر نظارت میکنه، مثلا گزارش تهیه میکنه از حال احوال، ولی نمی خودش که گرافش بالا رفته نشان میده که در دولت های دیروز و امروز متاسفانه هیچ اراده قوی وجود نداره که اینا کار به خاطر از بین بردن امی جهالت باشه، مثلا کار کنن کارهای بنیادی باشه. و اشاره کردین به وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت کار و امور اجتماعی اونمون گپای در حد زمینی است که ما کار پیدا میکنیم، ما پلان داریم، ما پروگرام داریم، ما قانون قوانین ساختیم. همه قانون قوانین افغانستان در کاغذ است، در انواریا جنبای عملی نداره. نهادهای جامعه مدنی شما که نمقدر کار را که میبینین، الحمدلله از فعالیت و تلاش های یک تعداد نهادهای جامعه مدنی فوق العاده سالمه که در چوکات دین مبین اسلام، در چوکات قانون قوانین افغانستان فعالیت دارن، تلاش کردن، کوشش کردن. و نمقدر که شما کارهایی را که میبینین، اینمی هم کلکش تلاش اینمی نهادهای جامعه مدنی است. یک تعداد مولای صاحب اشاره خوب داشتن که مثلا تعداد کسایی هستند که زیر نام چی در هیچ شک نیست، اونمو قسم که پولها در بسیاری جاهای دیگه که زیر میان به نام افغانستان، یا به خاطر از بین بردن مواد مخدر، یا به خاطر مسئله زن، یا مسئله آبادی، یا مسئله بازسازی، یا مسئله حکومت داری، خوب شما میبینید که فساد به مو حوجش رسیده. بسیار خوب خاط بود که مولوی سبره آدمای با نفوذ که در جامعه ما قابل احترام هستند، اما ما برشان احترام داریم، اینا تحقیقات کنن. اما اونایی که سوء استفاده میکنن، اینا را کلش باید خودشون معلوم کنن. برصورت در اون نمیپیچیم، ولی میایم در این که ما همیشه ایره پیشنهاد کردیم، گفتیم به دوستای بین المللی هم گفتیم، در رسانه ها هم گفتیم، در رسانه های خارجی هم گفتیم، همیشه که مصاحبه داشتیم امیر گفتیم که ما زنای افغانستان، نصف نفوذ زنای افغانستان، نصف نفوذ افغانستان تشکیل میدیم و ما طرفدار جنگ نیستیم، ما بر ضد از اینمی جنگ هستیم. ای کاش که شما امین نظر، امین خواهشات، امین پیشنهادات سالم ما زنای افغانستان که در بازی استخباراتی نیستیم، در دوزی نیستیم، در قاچاق نیستیم، در وطن فروشی و خاک فروشی نیستیم، به زیر نام اسلام الحمدلله استفاده ما زنای افغانستان نکردیم، ما عزت خود، عزت وطن خود خوب حفظ کردیم، کاش که امین پیسا برای مصرف شد برای مسئله بازسازی و تعلیم تربیت افغانستان. نه مسئله ازی که بشوار دادن نمیتونه اینکه شما تغییر در مملکتتان بیارید. این نهادهایی که تا کنون اینا کار کردن، تنها و تنها شوار دادن و کاری نکردن. خب بعضی بعضی نهادها که کار کنن کافی نتیجه داده، بعضی نهادهایی که شوار دادن اونا را مردم شدن. نتیجه همی است که رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میاد میگن که این مشکل افزایش یافته. خب افزایش یافته اونمو نشان میده که دولت اینجا اراده قوی نداره، حکومت شعار زیاد میده، غالمغال زیاد میکنه، چیز زیاد میزنه. مثلا در طول 15-14 سال افغانستان بازی میدان جنگی نظامی جهان گشت، بازی استخباراتی جهان گشت. در اینجا حکومت افغانستان تمام مسائل فراموش کرده، فقط به دو سه چیز فکر میکنه، کار میکنه که چطور طالب انکشاف بده، چطور داعش انکشاف بده، چطور تیت کنه، چطور پایسه بگیره برای ازی تر یک جنگ نامقدس، بیت یک جنگ بیمنا. حکومت دولت افغانستان اصلا فکر برای نجات زن هزی جهالت هایی که در افغانستان است، برای نجات طفلای سرگردان افغانستان که اینا پروگرام های آموزشی تعلیم تربیت داشته باشن، بر سلامتی خانواده متاسفانه ندارن. آقای اقانی، نقطه که بر علما وارد است آیی است. علما تا کنون خوشبختانه بگویم که در جامعه اسلامی افغانستان جایگاه خاص خود دارند، از احترام زیاد قائل هستند، حرفشان هم تاثیرگذار است. اما این علما که احترام زیاد میشوند در جامعه اسلامی، میروند و نکاح اطفال به عقد میکنند. مشکل در کجاست و چرا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما و شما یک اصل داریم در شریعت، یک طفل است
و یکی بلوغت هست. بله. تعریف طفل بشناسیم که طفل کی هست؟ بفرمایید. طفل آن شخصی هست که بالغ نشده باشد و از او به اصو که بالغ شده باشد قسمی که فرایض سرش فرض می شد همه احکام الله سرش فرض می شود، نکاحش هم بسته می شود. پس علما نمی تواند که یک کسی بالغ شده باشد نکاح از او را بسته بکند. پس اون مسائلی را که شما چند لحظه پیش اشاره کردین اون چه خواهد شد؟ اون مصالح را مربوط به والدین میشه، اون مصالح مربوط به عالم نمیشه، چون او پدر و مادری از او طفل از او شخصی که بالغ شده از او نیست. مگر یکی از وظایف علما دقیقا اطلاع دهی نیست؟ یک وظایف علما هست، علما وظایف خود انجام داده، عالم وظیفه هرگاه وظیفه خود انجام داده، پس چرا پدر و مادر اون مصالح در نظر نمیگیره؟ این که پدر و مادر مصالح هم در نظر نمیگیره این قانون نیست. در این کشور فقر است، حالتی قرار داره که در خانواده ما به جامعه هستیم، ما همراه مردم هستیم، در بین مردم هستیم، با ما معلومات است که چه حالت است سر مردم. همیال مردم با یک حالت قرار دارن که حتی فامیل هایی است که ما قسم میخورم از روی ازی رسانه ها که یک چاشنان ندارن، یک چاش میخور یک چاش نداره. کدام حکومت؟ مسئولیت از عالم نیست، عالم فقط مسئولیتش ای است که به گوش فرزندان ملت، به گوش مقتدی خود در هر جمعه میرسانه، اما تطبیقش ای که کمیسیون حقوق بشر صدا میکنه به میلیون ها دلار برش میآید، اینها چرا تطبیق کرده؟ اینها سر حکومت کدام فشار آورده؟ حقوق بشر است نی؟ او اطفالی که در سر جاده ها خیرات جمع میکنن از حق آنها برای آنها چی کردن؟ پس به میلیون ها دلار می اینها مصرف میکنن، مصارف میگیرن. تنها اگر صدا باشد، ما صدها دفعه از رسانه ها صدا کردیم. تنها شما یا در کل باید علما رو ما مثال بده؟ در کل علما من چند لحظه پیش بر شما شرح کردم حرف معاون شورا در افغانستان خوشبختانه شونی دمش هم ارزش زیاده داره، اما نتیجه چیز دیگر است. یکی علمای سابق است، یکی علمای فعلی هست. علمای فعلی که علمای جوان است در شهر کابل هستند، ما 5110 مسجد داریم، الحمدلله سر همهش کنترل داریم. یکی بعضی مساجد از کنترل خارج میشه، او مربوط ما نمیشه، پس مسئولیت حکومت چی شد؟ ما قوه اجرایی نیستیم که ما قوه اجرایه باشیم. قوه اجرایه که پولهای گزاف و مصارف نمیگیرن، آنها چی میکنن؟ مسئولیت ما ای است که ما به یک عالم خود میگیم که مولوی صاحب در روز جمعه از طریق ریاست مساجد برش داده میشه که از این خطبه بگو، حقوق زن بیان کو، حقوق اطفال بیان کو، حقوق والدین بیان کو. برشان میره خطبه، کتاب ها برشان توزیع شده به نام دروس المساجد که از او برای مقتدی خود از او خطبه بگو، از او یاد بده. ای که کس تطبیق نمیکنه، او مسئولیت قوه اجرایی است، مسئولیت ما نیست. آمدیم راجع به ای که عالم مسئولیتش و ما علینا الا البلاغ، فقط ابلاغ به گوش رساندن قوم است. ای که قوم تطبیق میکنه، ما سر والدین کس زور آورده نمیتونیم که تو چرا دخترت به 10 لک روپیه سودا میکنی؟ میتونم، اما در زمانی که امو قانونی که ولسی جرگه پاس کرد به خاطر ازدواج و به خاطر تویانه و غیره، کی تطبیقش کرد؟ آیا نکاح فروش دختر جواز داره؟ زمانی که شما خبر دارین و میگین که 10 لک روپیه جواز نداره؟ چرا نکاحش عقد بشه؟ جواز نداره؟ چرا نکاحش عقد بشه؟ بی پیسه گرفتن جواز نداره. بله، پیسه گرفتنش جواز نداره. قبول دارم. نکاحش میشه، نکاحش جواز داره، پیسه گرفتن سرش جواز نداره. حالا به خاطر یک موضوع حرام باید چیز دیگر عقد شه؟ نکاحش عقد شه؟ یکی موضوع حرام ولورش است، تویانیش است، او است. آیا پیسه گرفتن در خیلی مربوط از امو میشه؟ پیسه گرفتن مربوط از اون نمیشه، یکی نکاح بسته کردن هست. قبول دارم، نکاح بسته کردن موضوع چیز دیگری است، اما در نخست پیسه گرفته میشود، پس از او عقد میشود. یعنی هر عالم میداند که در مقابل پول این دختر برای فلانی شخص داده شده، او رضایت دختر و بچه شرط است. اگر دختر و بچه رضایت داشته باشد با هم نکاحش بسته میشه. یکیش نمیخوام واضح است شما، ما واضح برات میگم، شما چند لحظه پیش گفتین در مقابل 10 لک فرض مثال دختر فروخته میشود، امون دختر آیا بدون نکاح میرود به خانه شوهر خود یا نکاح میشه؟ دختر با نکاح میره، امون دختر با توی میره، امون دختر با سینگار و با هر چیز میره. نکاح اون شخص جواز دارد؟ نکاح اون شخص جواز داره که در مقابل پول نکاح جواز داره. نکاحش جواز داره، یکی پول گرفتن پدر و مادرش که میگیره، یکی رضایت دختر و بچه هست.
او دختر و بچه با هم راضی هستن، راضی شدن که نکاحش را بسته میکنن. یکی پول گرفته، از پولش این ظالم خبر نمیشه که چند لک روپا گرفته. تشکر آقای اخوانی. خانم صبرنگ، کمیسیون حقوق بشر با صدا کردن خود به خاطر حقوق اطفال، حقوق زن و موضوعات دیگر ده ها میلیون دلار فن میگیرد، ولی کار چیز دیگر است، نتیجه چیز دیگر است. میخوام پاسخ پس از وقفه شما بشم. نهای عزیز وقفه داره. سلام مجدد، بعد از برنامه نگارش خوش آمدید. خانم دکتر بفرمایید، کمیسیون حقوق بشر با بلند کردن صدای خود به خاطر حق زن، حق طفل ده ها میلیون دلار میگیره، اما نتیجه چیز دیگر است. رئیس همین کمیسیون میگه که خشونت علیه اطفال بالاخره در عرصه ازدواج غیر قانونی یا ازدواج زیر سن افزایش یافته. چرا؟ و واقعیت دارد واقعا به خاطر حرف بیان کردن، به خاطر گفتن حقوق زن و حقوق اطفال شما 10 میلیون دلار میگیری؟ تشکر میکنم، ولی ما چون باور داریم به آزادی بیان، خب به اساس این مربوط به قضاوت انسان ها میشه. واقعیت ها رو باید بیان کنیم. واقعیت امی هست که اینمی به تمام منا یک چی میگن، یک افترای محض است و به هیچ عنوان میلیون ها دلار شما بیان یک دفعه ببینین به داخل کمیسیون. امروز ماهاش که یک کمشنر به کمیسیون میگیره، شما برین کمیسیون انتخابات ببینین، کمیسیون اصلاحات اداری ببینین و دیگه کسایی که به دولت کار میکنن شما ماهاش از اونا رو برین ببینین. ما به اساس قانون اساسی مسئولیت های برای ما تعیین کرده و در بخش اول وظیفه بسیار مهم ماییه که شما میفهمین که ما قوی اجرایی نیستیم. نه ما میتونیم کسی رو به محاکمه بکشانیم، نه هم میتونیم که ما بریم فابریکه ایجاد بکنیم که اطفال غریب رو از روی سرکا جمع بکنیم. ما وظیفه ما اینمیه که مشکلات و مزلاتی که در جامعه وجود داره ایر ما باید شناسایی بکنیم، ایر تحقیق بکنیم، ریسرچ بکنیم، پیشنهادات مشخصی برای دولت ارائه بکنیم، برای نهادهای مدنی و بر تمام نهادهای مسئول و ایر پیگیری بکنیم و برای تامین عدالت، دسترسی تمام مردم افغانستان به عدالت ما قربانی ها دادیم، فعالیت کردیم و امروز به صدای ما به تمام میفهمین به تمام نه تنها داخل افغانستان به بیرونم برای تامین عدالت و حاکمیت قانون. ببینید خدمت شما خواهی های شما چیز دیگری است. نتیجهش اینی میسته که امروز ما میگیم که خود اینمی، اگر ازدواج اطفال میگیم، اگر خشونت میگیم، نقض حقوق بشری انسانی و شرعی مردم افغانستان وقتی صورت میگیره، اینا همه معلول یک سلسله عوامل هستن که با کمال تأسف که عوامل پابرجا هست، با تمام فریاد، با تمام دادخواهی که امروز صورت گرفته و هم فعالیت کردن و چنانچه پیشتر خانم گلونی بسیار دقیق فرمودن که اینمی چیزی که شما امروز میبینین، اینمی دستاورد، اینمی جامعه مدنی، اینمی حقوق بشر است که فعالیت صورت گرفته و امروز آزادی بیان هست و امروز میتونین شما انتقاد بکنین دولت و غیره و غیره. حکومت یعنی کاری نکرده؟ نه، در آخرین تحلیل ای گفتم که تمام اینمی خشونت ها و بی عدالت ها اینا معلول یک سلسله عوامل هستن. عوامل پابرجا هست. فساد اداری هم که گفتن بیداد میکنه، قانون شکنی هست. امروز حاکمیت قانون وجود نداره، حکومت ضعیف است. حاکمیت امروز شما از داخل شهر کابل برین چه امروز میبینین که چی وضعیته. امروز مردم افغانستان نه مسئولیت دارن نه امنیت دارن. امروز از خانهشان هم که بیرون میشن نمیفهمن که دوباره زنده برمیگردن به خانهشان یا نه. وقتی که امروز به همین شکل یعنی وجود داره، فرهنگ معافیت از مجازات وجود داره. من پیشتر خدمت شما عرض کردم کی امروز به جرم از اینکه دختر 9 سالشه یا دختر 8 سالشه نمانده که نه درس بخونه، حتی به مسجد نمانده و او رفته فروخته. کی امروز به رفته؟ امروز قانون وجود داره ولی تطبیق نمیشه. در صورتی که امروز تماما این عوامل وجود داره، فقر وجود داره، بدبختی های مردم افغانستان، چی گونه شما میتونین با این دادخواهی ها، با این صداهایی که امروز میکشین و دادخواهی میکنین و یعنی بالاخره تلاش میکنین و امروز به اون شکلی که دکتر سیما سمر گفتن، وقتی که اراده در دولت وجود نداشته باشه، در دولت مردای ما چی گونه شما میتونین با این بدبختی ها و نابسامانی ها مبارزه بکنین؟ هرگاه دختر به سن بلوغ رسید نگاهش اجازه است، پس چرا بازم ما شما بالاخره سن 18 سال ما کم گرفتیم یا بالش تاکید بیشتر میکنیم؟ ما فقط منافع اولیای طفل ما در نظر میگیریم.
فقط ای نه ما به خاطر ازی میگیم طفل برای ازی که انوز اون نمیتونه خوب و بدش تمیز داده نمیتونه یک تعریف که اسلام... شریعت را میکنه و تعریف دیگری را که بالاخره حقوق بشر را میکنه اگر در رابطه با بلوغ شما بر کدامش هست ما بش... میخوایم چیزی رو بگم بلوغ چیزی که شریعت میگه ما همه مسلمان هستیم همه ما قبول داریم بله این باور ما هسته وقتی ما میبینیم که امروز چی بدبختی های به وجود میاره یک طفل مثلا از نظر جسمی بلوغ شده ولی به بلوغ فکری نرسیده امروز همون دختری که میگن یعنی اولین عادت ماوارش آمده تمام فرایض برش اجباری است باید تمام وظایف و مسئولیت های دینیش انجام بده ولی اینمی وقت ازدواج میکنه شما برین ببینین به خانه ما پیشتر خدمت شما عرض کردم آیا امی میتونه یک مادر مفید باشه میتونه اینمی یک طفل سالم رو به جامعه امروز مشکل ببینید. در کجاست؟ مرگومی نمیخوام شما بپرسم مشکل در کجاست؟ مشکل در همین اسلام هست. اجازه داده که پس از بلوغ میتونه نکاح شد بله پس مشکل در اسلام وجود نداره ولی در اسلام عزیز ما به صراحت گفتن شما منافع اولیای طفل در نظر بگیرید ببینین آیا همین طفل شما که امروز به بلوغ رسیده آیا میتونه مادر بشه میشه که همین اسلام در کدام میتونه. گفته باشه که منافع طفل در مد نظر بگیرید این مسائلی که شما گفتین همون منافع است نه 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 مسائلی ببینید یعنی یک چیزی که در اسلام نه شما نگوین که در اسلام هست گفتم یکی شریعت هست یکی منافع ازی است که او را برای یک طفل مصالح هست او جدا هست شما نگوین که مصالح یا منافع در اسلام هست این در اسلام نیست این ما شما مدی نظر میگیریم حکومت مدی نظر میگیره والدین مدی نظر میگیره مسئول هستن که او منافعش مصالح مدی نظر بگیره اما در اسلام نیست اسلام برش اجازه داده بعضی اطفال هست که آنها جسمان قوی هست آنها روحان آرام هستن آنها توانایی آنها وجودشان سالم هستند، آنها غذای سالم میخورند، آنها میتونند که در متصل بالغ شدن، آنها میتونند که تمام چیز کارها را به دوش بگیرند، میتونند مسئولیت ها را انجام بدن. بزنید کلا دکتر صاحب حرف بزنه، بفرمایید. منظور من بیشتر امی بود که امروز شما ببینید. تاکید شما بیشتر بالای مسئله است. تاکید ما بری است که ما اینمی وقتی ما میگیم طفل یعنی ما کلا زیر 18 سال میگیم طفل هستن. به خاطر ازی این در کنوانسیون در کودکان در خانه اشاره شده و همچنان بیان شده امروز در قانون اساسی ما و شما آوردن در قانون اساسی آورده که تعلیمات متوسط اجباری است یعنی تا صنف نور اینا اجبارا باید درس بخونن امروز شما ببینید که دختر 11 ساله وقتی گیر میدن به ازدواج آیا این میتونه درسش پیش ببره وقتی ما میگیم که امروز یعنی ازدواج مانع تحصیل میشه و ادامه تحصیل شما تجربه هم نشون داده این طفل 11 ساله وقتی که میدن به ازدواج این دوباره این میمونن که بره به مکتب این خوب باید کارهای خانه رو انجام بده این از حق تحصیل از حق تعلیم از حق کار از حق انکشاف از همه محروم میشه ما فقط به خاطر ادامه تحصیل ازدواج بله ما میگیم وقتی که قانون اساسی ما تأکید کرده بر روی تعلیم اطفال و همچنان علاوه به کنوانسیون رو نمیخوایم قانون اساسی هر جهت دارد یا شریعت قانون اساسی ما امروز در ماده 3 گفته هیچ قانونی نمیتونه که در تضاد با اسلام و شریعت ما باشه پس بنان تمام قوانینی که امروز در داخل افغانستان بر اساس شریعت اسلام ساخته شدن تدوین شدن برای اینکه کشور ما یک کشور اسلامیه هست و هم الحمدلله که مسلمان هستیم شکر آقای اخوانی یه حرف گفتن دارید؟ ما حرف گفتن به این دارم که قانونی که در افغانستان ساخته شده هر قانونی که ساخته می شود اول قانونی حقوق بشر بر ضد اسلام است که میگه 18 سال است اسلام مصالح هم در نظر میگیره مصالحش والدین باید من نظر بگیره و مردم آگاهی بده مردم بفهمانه این طور نگه که در اسلامی نیست دو ازدواج هرگز مانع تحصیل و تعلیم اطفال نمی شود ما فعلا برتان نمونه ها را پیش می کنم مدرسه دارم نمونه ها را در پوهنتون ها پیش می کنم که علما ازدواج کرده ولیکن خانم هایش فعلا تحصیل می کنند به سطح لیسانس تحصیل دارند اما این مربوط به والدین می شود مربوط به خانواده می شود آگاهی کامل از طرف حکومت از طرف ارگان هایی که زیربط کار میکنن آنها آگاهی ندادن آنها فقط کارایشان پروژه‌ای کرده بسیار محدوده کمی
از اینها که آنها دلسوز هستند، دلشان سر ملت میسوزند، مثل که خانم گیلانی برای رضا اشاره کردند، من موافق هستم به بعضی نهادها هستند که آنها واقعا دلسوزانه کار کردند، ولیکن اکثریتشان که داد میزنند با شمول حقوق بشر، شمول حقوق کنوینسیون حقوق بشر افغانستان، اینها فقط کارشان پروژه‌ای بوده و به خاطر ملت، به خاطر چیز هیچ کاری نکردند، فقط صدای خود بلند کردند. تاثیرات منفی مثبتشان نیست، هیچ مثبت تغییر نامده، نه در زندگی یک طفل آمده، نه در زندگی خانواده آمده، هیچ چیزشان تغییر نکرده. تشکر آقای اخوانی. خانم گیلانی، بیم بر از این موضوع که تبعات منفی زیر سن یا ازدواج زیر سن کدام ها هست در یک جامعه؟ یعنی یک کسی که زیر سن 18 سال ازدواج میکنه چه تبعات منفی برای خودش و برای جامعه میتونه داشته باشه؟ خب من فکر میکنم که شما تمام روز میبینین دیگه بدبختی ها. اگر شما سر اولادتان درس بخونه، دین مبین اسلام که دین بسیار وسیع است الحمدلله، و دین اسلام تاکیدش سر خواندن است، سر تعلیم تربیت، سر سلامتی و صحت است. حالا متاسفانه جامعه ما از اسلام او قسمی که باید آگاهی داشته باشد، چی در ارتباط مسئله تعلیم تربیه زن و مرد است، بله، چی در ارتباط کار است، چی در ارتباط اقتصاد است، چی در ارتباط صلح و ثبات است. متاسفانه اسلام در اینجا یک ببوزی گرفته شده توسط کی ها؟ توسط دشمن های اسلام، توسط حکومت های ضعیف، توسط یک 40-50 کشور که دابین مملکت تان است، ای عاشق روی تان است، ای میخواهی که اسلام ترقی کنه؟ شما هر روز میبینید که برتان یک پروگرام میاره، یک روز طالب برتان میسازه، یک روز داعش برتان میسازه، یک روز یک چیز میسازه، یک روز دیگه چیز میسازه. یک چیزی که ما میخوایم اینجا بگویم اینه که کمیسیون حقوق بشر افغانستان در حد یک گزارش یا در حد یک گزارش های 6 ماه یا یک سال یا مثلا یونما میکنه، او مهم نیست، خارجی است، ولی کمیسیون حقوق بشر افغانستان ای باید اما قدرت کاری خود بلند بسازه. مثلا در کنفرانس بین المللی رفته بودیم در دوبلین، 180 کمیسیون حقوق بشر جهان در اونجا اشتراک کرده بودن. مثلا یکی از رئیسای کمیسیون حقوق بشر یکی از کشورها از تمام مهمانایی که در کنفرانس تشریف آورده بودن گفتن که باید امروز صدا بلند کنیم که غرب سیاست خود در ارتباط به کشورهای اسلامی تغییر بده. یعنی شما اشاره میکنید که کمیسیون حقوق بشر افغانستان تطبیق میکند؟ کمیسیون حقوق بشر افغانستان مثلا این گزارش اینا رو داد، درست است، مردم آگاه ساخت، میبینه جامعه ما میفهمیم که مملکت ما در یک وضعیت بسیار نابسامان خطرناک قرار داره، قانون داریم، قوانین داریم، همه چیز داریم، ولی هم یک بخش کار از ایناست، ولی این باید قدرتش زیادتر باشه. مثلا مثل زمون رئیس زمون کمیسیون حقوق بشر مثلا صدا میکشید که مثلا این نمی جنگا ناجایز است، مثلا این کشتار ناجایز است، مثلا این فقر ناجایز است، مثلا اسلام اینطور یک چیز گفته. اینا هیچ در کنفرانس های بین المللی که میرن مثلا رئیس کمیسیون حقوق بشر اگر من میبودم مثلا با جهان چنه میزدم، با جهان گپ میزدم، ما به جهان میگفتم که ما رو این جنگ تباه کرد. تو باز میای اینجا از من پرسان میکنی او طرف سیل تربیج نظامی رو ببینین که تربیه میکنن بچه های بی تعلیم بی سواد که از اسلام هیچ چیز نمیفهمن، میارن گای به زیر نام طالب، گای به زیر نام داعش، گای به زیر نام دیگه و دیگه. این طرف باز میای از من پرسان میکنی که حقوق زن، ما خو اینم قاگایی دارم که اسلام خشونت نمیپذیره، هیچ نوع خشونت، جنگ نمیپذیره، زنا رو نمیپذیره، شراب نمیپذیره، قمار رو نمیگه، خرید فروش طفلا و رسی کردن زرسن اینا کلش من از در اسلام. اما کی دست میده این مملکت بر اسلام؟ کی بی این چه ربط دارد با کمیسیون مستقل حقوق بشر؟ چی؟ همین حرفایی که شما گفتین چطور نداره؟ وقتی که یک رئیسی یک کمیسیون معتبر یک مملکت میباشی 40-50 ببخشین 100 اضافه تر از 100 کشور در کنفرانس های بین المللی اشتراک میکنن، شما مثلا باز از دیگه کشورها آدم یاد میگیره حداقل که رئیس از او چی میکنه؟ رئیس از او فشار میاره، رئیس از او فشار، بله رئیس از او فشار میاره سر دولت. تنها یک گزارش خو امروز گزارش شنیدیم، یک دو روز بعدش یونما گزارش میده، هر روز از دیگوش بابا امرای از گزارش ها مردم صدمه دیدن، مردم بیچاره هستن. مثل که مولای صاحب گفت شما از حال مردم خبر دارید؟ از مردمی که بی سواد است، از مردایی که بی سواد است، از مردایی که جاهل است، اونایی که بچه بزی میکنن، اونایی که دورزی میکنن، اونایی که دست به زنا میزنن، اونایی دست که به خشونت میزنن، قانون در مقابل از اونها چی کردن؟
چیز نکردن. بسیار شما آدم های لکس رو میبینید که در دارات هستن. اینا در همین کارهای نامشروع غرق هستن. شبانه دمین کارهای نامشروع غرق هستن. ببینید. هر قوه اجرایی با اون همه ظرفیت و توانایی که دارد کاری کردن نمیتارد. میتونیم تقاضایی داشته باشیم که کار از کمیسیون مستقل حقوق بشر انجام بده. کمیسیون حقوق بشر من نگفتیم که کمیسیون حقوق بشر کارهای اداره دولتی را انجام میده. نه خیر نه. او ما می از اداره افغانستان شکایت مردم افغانستان داره. اینا باید خود اصلاح کنن. اینا احساس مسئولیت کنن. اینا باید کار کنن. اینا باید پول پیدا کنن. اینا بر تعلیم تربیت اطفال مثلا برنامه‌های درست داشته باشن. اینا نگذارن که پیسہ عیف مال شوه. خیش خوری مثلا در وزارتخانه نبرن. اما کمیسیون حقوق بشر به یک بخش مهم مملکت ما که کمیسیون حقوق بشر افغانستان است. کمیسیون حقوق بشر افغانستان درست است این همی گزارش ها را داد که اینقدر مثلا تخطی ها یا خشونت یا بدبختی ها داره علیه بشر یا انسان ها در مملکت زیاد شده. خود چی میشالی؟ یه خود باید در پولیش اگزاردگام ابتکارات داشته باشی. نباید حالا من خودم به چشم خود در کنفرانس های بین ملی دیدم که رئیس کمیسیون چند کشور مثلا صدایشان بلندتر از حد از یک گزارش بود. مثلا میگفت که جنگ اگر طولانی شوه اولادای ما را نابود میکنه، اگر این جنگ طولانی شوه مردم ما به طرف بدبختی ها میرن. باید ما شما کوشش کنیم که بر مردم و عواملشون خودم پرسان میکنه که چی باعث ازی شده که مردم در انتهای بدبختی و جهالت مانده. 40 سال جنگ بر مردم کار نباشه، نان نباشه، او نباشه، امنیت نباشه، قانون حاکمیت نداشته باشه، یک چند نفر آدم ها را بیاری که فقط همی جنگ پیش ببرن، پروژه جنگی را پیش ببرن، پروژه استخباراتی را غمش 30 میلیون ملت را نخورن. شما خب باید دیگه صدایتان را بکشه. نمیتونین که دیگه بیاین که نخیر نه، ما نگفتیم که شما قوای اجرایی هستین، شما توقع زیاد داریم، ولی حد اقل یک ذره قدرت توانمندی کاری را خودم میتونه که زیادتر بسازه. تشکر خانم دکتر. چند تا موضوع است که مربوط شما میشه. قانون حقوق بشر بر ضد اسلام. تشکر میکنم، ولی من واقعا بسیار متاسفم وقتی قضاوت ها را آدم میشنوه. خب امروز کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بین تمام کمیسیون ها ما مقام اول داریم. موزیگیری های ما کاملا مشخصه. اما نتیجه شما بسیار صادقانه برین، شما برین امی سایت ما رو شما ببینین موزیگیری که امروز با مقابل جنگ کردیم. ما تمام عوامل جنگ را ما بسیار با صراحت و امروز به خاطر که ما قربانی هم میدیم که ما در جبهات هم در جبه هم نیستیم ولی ما کشته میشیم، همه به خاطر موزیگیری ما هسته که ما میگیم که اینمی جنگ افغانستان جنگ عادلانه نیست، این جنگ است که نابود کننده است. پس شما کار خود انجام دادید؟ ما کار خود در تمام عرصه انجام دادیم. امروز علیه تلفات ملکی، امروز علیه بچه بازی، امروز علیه قتلای ناموسی، امروز کسایی که امروز موزگیری داشتن کی بوده؟ این فقط کمیسیون حقوق بشر افغانستان است که ما از رئیس جمهور هم انتقاد کردیم. از تمام مسائل امروز رئیس ما در تمام جهان در تمام مجالسی که رفتن برای تامین عدالت، برای برابری، برای صلح، این شعار امروز در تمام دنیا رئیس حقوق بشر افغانستان داره و در این قسمت ما خوشبختانه که به پیش وجدان خود ناراحت نیستیم. وظیفه ایمانی و وجدانی خود ما در تمام عرصه انجام دادیم. امروز شما برین ببینین، دیروز ما کنفرانس داشتیم در رابطه به تلفات ملکی. امروز هر دو طرف جنگر شما ببینین، یعنی شما کار تا انجام دادین؟ کی تولی در رابطه به تلفات ملکی کی صحبت کرده؟ امروز ما مستقیم گفتیم که کی مقصره؟ آیا نهادهای بین المللی در جنگ مقصرن؟ آیا طالب مقصره یا دولت؟ برای ما وظیفه خود انجام دادیم. کلشیاری رو چیزی که حیان است چی آجد ببینه؟ هیچ کس نمیگه که دو قامت ترش است. هیچ کس نمیگه مسئله و دو قامت مردم قضاوت خدا میکنه. بسیار قضاوت خدا میکنه سر کلگی ما. قضاوت ما میمونیم برای مردم افغانستان. برای مردم قضاوت خدا میکنه. مردم هر کدوم رو خوب میشناسه. کسایی که مبارزه کردن نارو میشناسن. وقتی که کمیسیون رئیس کمیسیون حقوق بشر در سنای امریکا که رئیس جمهور میره سرش رئیس جمهور صدا میکنه که اینجا یعنی خانم سمر هم است و من قدر خانم سمر نمیتونه که مثلا بگویه که ملت ما خسته شده، زن افغانستان خسته شده. من نمیتونم که مثلا این کار پیش برام دیگه تو این رقم اتخو نمیشه که تو چاکی های اول هم بشینی دیگه هم بشینی بازیج خود برات بتی انتقادم قبول نداشته باشی و بگویی که هر کس بشه وجدا معلم دار کلگ ما ما خو نه به سفارت ها قدرت زیاد داریم، نه در کنفرانس های بسیار کلان امریکایی و سناوی کانگرس ها اینا هم رفتیم. اینا کلگی ولی اگر ما
ما اگر در اوتر جاها می رفتیم باز ما صدای خدا می کشیم و صدای ما در رسانه باید می برامد. ولی به هر حال اینجا ما به رزینا آمدیم که خدای نخواسته که ما اینجا آمده باشیم. اینجا ما میگیم که هر قدر که میشه هر کسی که از افغانستان اگر علمای افغانستان است، اگر کمیسیون حقوق بشر است، اگر نهادهای جامعه مدنی است، اگر تمام آزنای آگاستن، اینا باید در یک صدا باید صدا بلند کنند که فقر، بی‌سوادی و طولانی شدن جنگ دیگه زنای افغانستان، طفلای افغانستان، مردای افغانستان بار سنگینی از این جنگ نامقدس استخباراتی را برداشتن نمیتونه. باید نقطه آخر گذاشته شود تا که مردم افغانستان اقدام نکنند، تا که مردم افغانستان امتی یک قیام ملی نکنند در سر و سر افغانستان به این گپکایی که ما بیایم خدا برات بتم تو بیای خدا برات بتی به این نجات پیدا نمیکنیم. ما چیزی که میگیم برای منافع ملی میگیم، برای ختم جنگ میگیم و برای کش از این که بچهای افغان دیگه سرشان کشته نشوند، افغان بیوه نشوند. ازدواج مانع تحصیل نمیشود و کمیسیون مستقل حقوق بشر خودش یک کمیسیون پروژه گیرد. دو تا نقد بود که آقای حقانی با شما داشت. بسیار کوتاه بفرمایید. من گفتم من احترام دارم به نظر همگی و این قضاوت آزاد است. هر کس بتونه در مورد ما قضاوت بکنه که پروژه میگن، هر مسئله ای که میگن این مربوط به خودشانه. ولی چی دیگه واقعیت اینی است که اصلا این پروژه معنایش چیه؟ ای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ای در تشکیل دولت افغانستان هست و امروز قانون به اساس قانون اساسی ماده 58ش ایجاد شده. ای بنان پروژه معنی چیه؟ آقای اقانی یک سوال خانم دکتر شما داشتن که معنی پروژه چیه بفرمایید. معنی پروژه ای است که اینها از یک کشور به نام از این که ما حقوق بشر را در افغانستان به گوش مردم میرسانیم، گزارشات خود جمع میکنیم، در یک قلم میگیریم، در یک کتابچه نوشته میکنیم، یک دوسیه‌گک جور میکنیم و در انماری میمانیم. فقط در شش ماه یک دفعه صدای خود بلند میکنیم. اما حقوق بشر، حقوق بشر که امروز در افغانستان هست، برای حقوق بشر، برای حقوقی که اطفال معصوم کشته میشود در مساجد، در مساجد انفجار میشود، مردم امروز به نماز رفته نمیتونند. اینها چرا فشار سر جامعه با جهانی نمیاره؟ این قسمت اعلامیه میده کمیسیون مستقل تنها به اعلامیه کار نمیشه. چرا فشار نمیاره سر جامعه جهانی؟ چرا در کنگره آمریکا صدا نمیکنن؟ چرا سر رژیم ما که خبر ما سایت نیست، سایت من دارم، من سایت دارم، در سایت مرا تو دیدی که ما چیکار من سایت دارم، سایت نیست تنها بسید. اولین چیز در افغانستان، اولین چیز قوانین افغانستان با خود تطبیق کردن است. کمیسیون حقوق بشر کدامشان قوانین افغانستان با خود تطبیق کردن خود آماده با جامعه و لباس افغانی کرده باشد. ما فقط اما قدر میگم اونایی که پروژه های کلان گرفتن، میلیون ها میلیون دلار گرفتن، اونا در کرسی های کلان در دولت هم هستن، در دولت هم هستن، نازدانه هستن، از چوکه هاشون هم پس نمیشن، ولی به چیزا به درد نمیشه. ولی کنون ما صدا بکشیم بر ضد نمی جنگ. اگه جنگ طولانی میشه دیگه نابود میشه. آقای اقانی از زورتا در بحث ما بینید. آقای عزیز تشکر شما هم تا برنامه بعد شما را به الله بینیاز میسپارم. سلامت باشید.